نیچنو فداکاریه، این چه عشقی به آزادیه. برای هیچ کس باور کردنی نیست، در هیچ وقت جهان، در هیچ زمانی از تاریخ مبارزات مردم چنین چیزی سابقه نداشته. سخایی قبل از هر چیز یک انسان بسیار شریف، وارسته و بسیار متواضع و دوست داشتنی بود و انسانها رو دوست داشت. زنده یاد همیشه ماندنی در تاریخ موسیقی ایران آقای منوچهر سخایی، یکی از بزرگانی بودند که من افتخار اینو داشتم که در کنارشون خدمت به مردم ایران و مقاومت ایران میکنه. انسان در مقابل اقیانوس میسته و فکر میکنه که اقیانوس رو میبینه، اما آیا اقیانوس یا دریا دیده میشه؟ زنده یاد منوچهر سخایی، هنرمند نامدار میهنمون، انسانی بسیار دوست داشتنی بود، هنرمندی فرهیخته با ابعاد گوناگون هنری، از خوانندگی تا هنرپیشگی، نویسندگی، خبرنگاری، ترانه‌سرایی و حتی نوازندگی ساز سنتی ایران، سه‌تار. آشنایی من از بچگی با سخایی بود، یعنی آهنگاش رو می‌شنیدم و زمزمه می‌کردم و خیلی از اونها رو دوست داشتم یا حفظ بودم. یادم آهنگایی مثل کلاخا، عروس، پاییز، بابا رو بوس کن یا مرا ببوس و خیلی از ترانه‌های دیگرش، و هر حال نسل ما با اون بزرگ شد. اولین دیدار من در ساختمان میدان ارک تهران، در محلی که استودیو 16 بهش میگفتن اگر اشتباه نکنم، در اونجا من با ایشون ملاقات داشتم، ضمن اینکه نوازندگی در ارکستر من میکردم. از کودکی با آثار منوچهر سخایی آشنا بودیم، میشنیدیم و به هر حال همیشه نامش مطرح بود. زنده یاد سخایی در خانواده نشون ما کرده بود که عاشقان آزادی ایران بودند و ما میدونیم که برادر بزرگترش شهید راه وطن سرگرد محمود سخایی که از یاران دکتر مصدق و در واقع محافظ شخصی ایشان بوده است، که در جریان کودتای ننگین 28 مرداد تا پای جان در مقابل کودتاگران ایستاد و در این راه جان داد. در چنین فضایی منوچهر در جوانی سودای آزادی میهن، سودای دموکراسی و حقوق بشر در سر می‌پرورانید. من چند بار زندگی سرگرد محمود سخایی رو خوندم و بعد موقع صحبت با سخایی فهمیدم که چه عمق عاطفی و از نظر ایده فکر، یعنی آزادی خواهی، ملی گرایی، ما بین سرگرد محمود سخایی و منوچهر وجود داره. چرا نمیرسد دگر به گوش او صدای من؟
منوچهر سخایی از نقطه نظر هنری کارش کاملا قابل تعمق هست، به دلیل اینکه برخلاف اکثر خوانندگان روز اون زمان که آهنگ‌های به اصطلاح بعضیاش مثلا اقتباسی از آهنگ‌های غربی یا عربی یا ترکی و یا غیره بودند، بیشتر روی موسیقی سنتی، یعنی روح موسیقی سنتی و همینطور تم موسیقی مناطق بومی ایران و آنچه که موسیقی فولکلوریک نامیده میشه رو در کارهاش جاری میکرد. آقای سخایی ضمن این که یک هنرمند بود، در اصل یک آدم سیاسی هم بود و سعی میکرد با بینش خاص خودش آثاری که میخواد انتخاب کنه رو انتخاب کنه و سعی میکرد جدا از دیگران که کار انتخاب میکنن خودش بیشتر اندیشه اینو داشته باشه که چه کاری رو باید اجرا بکنه و در چه حال و هوایی. خب ایشون ردیف موسیقی رو کار کرده بود، دستگاه ایرانی رو خوب میشناخت و خیلی عجیبه که شما، من در مقالاتی هم که در این رابطه نوشتم تأکید کردم که حتی خوانندگان نامدار ایران اشاره کردن که حتی یکیشون بزرگترین خواننده معاصر که اشاره کرده که من ابو عطایی رو که در اون زمان که معلم دانشسرا بودم از آقای سخایی شنیدم هیچ وقت فراموش نمی کنم و این ابو عطا رو من رفتم و یاد گرفتم و حفظ کردم و همیشه استفاده کردم و من مرهون سخایی هستم. سخایی که کارهای روز می کرد ولی آنچنان نسبت به موسیقی اصیل ایرانی علاقه من بود که تا این حد جلو رفته بود و با استادان بزرگی مثل پرویز یاحقی، بدیعی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، فریدون حافظی تجویدی کار کرده بود و بیش از همه با زنده یاد خداوندگار قلمرو ستار احمد عبادی و از ایشون هم دستخطی داشت و ستاری هدیه شده بود. بعد از قائله خمینی که طبعا همه هنرمندان مملکتمون رو و ریشه و استقصد هنر و فرهنگ ایران رو نشانه رفته بود و بران شده بود خمینی که همه چی رو نابود بکنه، طبعا این طوفان مهیب زندگی هنری رو هم دستخوش خسارات زیادی قرار داد. منوچهر طبعا نمیتونست با عرازل ضد فرهنگ به هنرکش کنار بیاد و با اونو همکاری بکنه. چند سالی در ایران بود، سکوت کرد و بعدش هم به دلیل فشارهای زیاد ایران رو ترک کرد و جلوی وطن کرد و به خارج اومد. اول که من از اونجا آمدم، اول من خانوادم رو فرستادم به امریکا و بعد از یک سال بعدش کارهای خودم رو جمع جور کردم و اینها در حدی که میشد و خودم هم آمدم. اولین دیدارمون در خارج از کشور در کنسرت همبستگی ملی مردم ایران بود که با شکل گرفتن اون تمام هنرمندان ایران بلوش این همبستگی گرده هم اومدن که من در اونجا با آقای سخایی باز دیدار داشتم. به طور خاص خود خانم رجبی علاقه من بودن که هنرمندان متعهد و آزاده و معترض به این رژیم، به این جبهه بپیوندند و واقعا راه را هم باز کردند و خوشبختانه این فراخوان ایشون خوش بر دل هنرمندان شریف و آزاده و انسانی نشست که جویای آزادی میهن بودند. منوچهر در زمره اولین هنرمندانی بود
که به این ندا پاسخ مثبت داد. همونطور که عرض کردم در همون زمانی که ایشون به مقاومت ایران پاسخ مثبت داده بودند و قرار بود بیان و در برنامه کنسرت همبستگی شرکت کنند، ایشون برای انجام یک کار وارد بلژیک شده بودند و من هم در اونجا بودم. به اتفاق هم دو نفری به پاریس اومدیم و من رانندگی میکردم و آقای سخایی هم کنار من نشسته بودند و یه مقدار خب اولش با خوش و بش و خوش آمد و مثل همین با ابراز علایق به کارهاشون و شخصیت خودشون و غیر و ذالک، اما آقای سخایی بلافاصله بحث رو عوض کردن و گفتن که من دارم وارد یک داستان جدی میشم و من اینجوری میگفتن که من یک ژورنالیستم هستم. سخایی انسانی بود که بسیار آگاه و مطلع بود و یکی از خصلتش این بود که زود تصمیم نمیگرفت و خیلی به اصطلاح مو را از ماس میکشید، اما وقتی تصمیم میگرفت تا آخرش میرفت و مثل بعضی ها به اصطلاح دمدمی نبود که با یک قوره سردی و با یک کشمش گرمیشون بشه. اون زمنان برای کرسی نشوندن حرفش حرف نمیزد، بلکه برای فهمیدن که آخه موضوع چیه. بعد توضیح میداد، میگفت که من مطالعات زیادی کردم در رابطه با مقاومت و اینها، اما این شانس رو نداشتم که از نزدیک با این دوستان، با این رزمندگان، با این پاکبازان آشنا بشم. به هر حال در این 3-4 ساعتی که با هم بودیم اینقدر سوالات مختلف داشتم، میپرسیدم با عشق و علاقه و من برام خیلی جالب بود. به هر حال یکی دو بار ما در طول راه که می اومدیم در این بحثا یادشون بخیر راه رو اشتباه می رفتیم، دوباره بر می گشتیم از یه شهر دیگه که این مسافت 3 ساعته تبدیل شد به 7-8 ساعت که دوستان همه نگران شدن که چی شد. سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد از این دریای طوفانی، گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد از این دریای طوفانی، گذر باید کرد. از این شب تا به صبح روشن و خوب اهورایی،